سلام دوستان، به بخش گفتگوی برنامه 2014 خوش آمدید. 57 میلیارد دلار در 10 سال گذشته به افغانستان کمک شده است، اما گفته می شود که بسیاری از این پول ها حیف و میل شده است. این که کیها این پول ها را حیف و میل کرده است، با آقای استفن ترنت، بازرس ویژه ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان در میان می گذاریم. تشکر از این که مهمان برنامه 2014 هست. تشکر از شما آقای فرید، از دعوت من در این برنامه. با عنوان پرسش نخست، هدف از ایجاد نهاد بازرسی ویژه آمریکا در امور افغانستان یا سیگار چه بوده است؟ سیگار در سال 2008 ایجاد شد تا یک سلسله اطلاعات را از چگونگی به مصرف رسیدن پولهای کمک شده به افغانستان به کنگرس و مردم آمریکا تهیه کند، تا مردم آمریکا و مالیه دهندگان آمریکایی را از مصرف درست پولهایی که برای بازسازی در افغانستان به مصرف رسیدند مطمئن سازد. بررسی های شما چی را نشان می دهد؟ در 10 سال گذشته صدها پروژه از کمک های آمریکا به افغانستان در کشور تطبیق شده اند. نتایج این پروژه ها چگونه بوده است؟ خوب، ما از سال 2002 تا اکنون بیش از 72 میلیارد دلار در افغانستان در بخش های مختلف سرمایه گذاری کردیم. ما یک مقدار هنگفت پول را در ایجاد و تشکیل نیروهای امنیتی افغان به مصرف رسانیدیم تا این نیروها بتوانند امنیت را در کشورشان تأمین کنند. افزون بر آن، ما در بخش‌های تعلیم و تربیت، حکومتداری، زراعت و سایر بخش‌های زیربنایی در افغانستان سرمایه گذاری کردیم. شما دقیقاً کدام بخش‌ها را ارزیابی می‌کنید و تا اکنون نتایج ارزیابی‌های شما در پروژه‌های بازسازی در افغانستان چگونه بوده است؟ بازسازی در اینجا بسیار مشکل است. ما می خواهیم که پولهای مالیه دهندگان آمریکا و سایر پولهایی که به افغانستان کمک می گردد به منفعت مردم افغانستان به مصرف برسد. ما می خواهیم که افغانها سیستم درست برق، آب و حکومتداری بهتر داشته باشند. از بازسازی تا آموزش کارمندان دولتی، ما هرچی در توان داریم برای ایجاد زندگی مرفه برای افغانها انجام می دهیم. کیها از شما حمایت می کنند و به چگونه حمایت شما نیاز دارید؟ ما به گونه مستقیم حمایت حکومت افغانستان و جامعه بین المللی را با خود داریم. ما از نزدیک با قوای عدلی و قضایی افغانستان کار می کنیم تا مبارزه قاطعانه با رشوت و انواع مختلف فسادداری نماییم. همچنان با آن عده از وزارت های افغانستان که در زمینه بازسازی فعالیت می کنند همکاری نزدیک داریم. چند پیش رئیس قبلی نهاد بازرسی آمریکا در امور افغانستان از مقامش استعفا داد. دلیل کنارگیری او چه بود؟ خوب، پیش از من این اداره دو رئیس دیگر را نیز تجربه کرده است و من سومین رئیس هستم. نخستین رئیس اداره سیگار حدود 2.5 سال در این پست ایفای وظیفه نمود. دومین رئیس سیگار مدت کوتاه در پستش ایفای وظیفه کرد و اکنون حدود 1.5 سال است که من در این پست ایفای وظیفه می نمایم. و من نزدیک به 3 سال همراه با بازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی در عراق ایفای وظیفه کردم. در حدود 4 سال تجربه فعالیت در خاورمیانه و جنوب آسیا را دارم. خب، نگفتید که دلیل اصلی استعفای رئیس قبلی اداره سیگار چه بوده است و چرا او استعفا کرد؟ یگانه دلیل استعفای او این بود که وی فعالیت‌های شخصی را در ایالات متحده آمریکا شروع کرده است. او پس از 37 سال خدمت در دولت تصمیم گرفت که از کار با دولت استعفا کند و رو آورد به فعالیت‌های شخصی و همین بود که استعفا کرد. اما بر بنیاد گزارش‌ها، اداره شما در جلوگیری از فساد در قراردادها و حیف و میل پول‌های آمریکا در افغانستان ناتوان بوده است، آنچنانه که حتی دلیل استعفای رئیس قبلی این اداره که نماینده ویژه باراک اوباما نیز بوده است مرتبط به ناتوانی‌ها خوانده می‌شود. به شمول خودم تمام بازرس‌های ویژه سیگار از سوی باراک اوباما انتخاب شدند، اما من در مورد این که رئیس قبلی به خاطر عدم توانایی در مبارزه با فساد اداری وضعیت موجود از پست خود استعفا کرده است اظهار نظر نمی کنم و هیچ انتقاد هم ندارم. فساد اداری نقطه مهم است که ما توجه خاصی به آن داریم. ما در مورد فساد اداری حیف و میل پولها و موارد دیگر تحقیق میکنیم تا مطمئن شویم و مطمئن سازیم که مصرف کمک ها در افغانستان به گونه مؤثر صورت گیرد و ما پاسخگو هستیم به مردم و کنگرس آمریکا. Was well thought of by both the White House and Congress.
بر اساس آخرین گزارشی که اداره شما نشر کرده است، میلیاردها دلار در افغانستان حیفا میل شده اند. این پول ها در کدام بخش ها حیفا میل شده اند؟ مسائل زیادی در اینجا وجود دارد. دولت افغانستان و جامعه بین المللی به شمول نهادهای کمک کننده به افغانستان تلاش های زیادی به خرج دادند تا پولها را به گونه مؤثر در افغانستان به مصرف برسانند. اما چالش های نیز وجود داشته است. به گونه مثال، چالش های امنیتی یکی از موضوعات مهم در این بخش است. بسیاری اوقات ما شاهد فعالیت های طالبان مسلح و گروه های تروریستی دیگر بوده ایم که تلاش کردند تا مانع فعالیت های ما در این کشور شوند. آنها نمیخواهند پیشرفت و توسعه در این کشور صورت بگیرد. آنها نمیخواهند که ما در این کشور برق، موبایل، ساتلایت و تلویزیون داشته باشیم. آنها از هیچ گونه تلاش به خاطر متوقف ساختن فعالیت های ما دریغ نخواهند ورزید و این چالش ها سبب شده است تا ما تجهیزات و بودجه زیادی را به خاطر تامین امنیت در این کشور اختصاص بدهیم و همچنان ضایعات در این زمینه داشته باشیم. Things blown up. It costs a lot of money to move materials due to the security. But what is the relation between? اما فساد اداری چی رابطه با طالبان دارد؟ در حالی که ما می‌دانیم فساد اداری عموماً به وسیله مقام‌های افغان و خارجی صورت می‌گیرد. Afghan official and also foreigner officials. نهاد ما در کل قضایایی از فساد را در بر می‌گیرد که آمریکایی‌ها و خارجی‌ها در آن دخیل باشند. اما ما همچنان از نزدیک با اداره لوی سارنولی افغانستان به خاطر تحقیق در مورد فساد مقام‌های افغان کار می‌کنیم. سارنولان ما در مورد آمریکایی‌هایی که در افغانستان به فساد آغشته بودند تحقیق کردند. آنها را دوباره به آمریکا بازگردانیدند و به زندان افگندند و ما در این کار موفق بودیم. بله، اما در این مورد ما تنها از یک قضیه خبر داریم که یک افسر آمریکایی با اتهام اختلاس 40,000 دلار آمریکایی با کمک اداره شما محاکمه شده است، در حالی که خودتان میگویید که میلیون ها دلار در افغانستان به فساد رفته است. آیا فکر میکنید که این مورد کوچک باعث برقراری عدالت شود؟ 40,000 دلار مقدار کمی در آمریکا به شمار می رود. اما ما اخیراً یک کاپیتان نظامی را به دلیل آغشته بودن در فساد و گرفتن بیش از 1,000,000 دلار رشوه محکمه کردیم. او را دوباره به آمریکا بازگردانیدیم و توانستیم که مقدار زیادی این پول را دوباره به بودجه دولت آمریکا بازگردانیم و فعلا او در زندان به سر می‌برد. آیا می توانید در این مورد جزئیات بیشتر ارائه کنید که این شخص از کدام طریق این مقدار پول را به دست آورده بود؟ او این مقدار پول را از طریق قراردادها در افغانستان به دست آورده است. قرارداد پروژه ها در افغانستان به شرکت های خصوصی داده می شود. اما این شخص از یک قرارداد 23 میلیون دلاری که در مورد اعمار پل، سرک و بخش های دیگر ساختمانی بوده است، بیش از 1,000,000 دلار از یک شرکت رشوه گرفته بود و این قرارداد را به شرکت مذکور داده بود. ما روی این قضیه کار می کنیم. شخص مذکور را گرفتار کردیم و به زندان افکندیم. We're quite successful in putting him in jail. از چنین قضیه هایی که خارجی ها به خصوص آمریکایی ها در فساد دخیل باشند، شما چند قضیه را بررسی کرده اید؟ اداره ما تا هنوز در کل در مورد 110 قضیه تحقیقات جنایی کرده است و به احتمال قوی در 40 قضیه آن موضوعات شامل بوده است که آمریکایی ها را در فساد دخیل نشان می دهد. چه مقدار از کمک های مالی امریکا که در بخش های مختلف در افغانستان به مصرف رسیده است حیفا میل شده اند؟ کاش می توانستم بگویم که چه مقدار پول در افغانستان حیفا میل شده است، ولی بر اساس گزارش ها مقدار زیادی از این پول ها در افغانستان حیفا میل شده است. ما میلیاردها دلار اینجا سرمایه گذاری کردیم، اما گفتم میتونم که نتایج و حسابدهی هان خیلی مغلق هست. خب، آیا شما مقدار دقیق پول حیفا میل شده در افغانستان را نمیدانید و یا هم نمیخواهید این موضوع را با ما شریک سازید؟ نه خیر، من مقدار دقیق پول حیف و مالی شده را نمیدانم. باید بگویم که ما در حسابدهی خیلی شفاف عمل میکنیم. ما مستقیم پاسخگو به کنگرس آمریکا هستیم. ما خیلی شفاف عمل میکنیم. ما این مورد را در کنگرس آمریکا مطرح کردیم و من نیز مقدار آمارهایی را در زمین ندارم که من خواستار آن شدم، اما در یقین اگر من ارقام دقیق را می داشتم واضح می گفتم. صادقانه بگویم که ما زیاد تلاش می کنیم آمار دقیق را به دست آورده و این مشکل را رفع بسازیم.
نتایج تحقیقات شما چرا نشان می‌دهد بیشتر فساد در افغانستان توسط مقام‌های افغان صورت می‌گیرد و یا مقام‌های خارجی به خصوص آمریکایی‌ها؟ ما باور داریم که دامنه فساد در افغانستان خیلی گسترده است و فساد در سطوح مختلف میان مقام‌های افغان وجود دارد. ما همکاری نزدیک با لوی سارنولی افغانستان داریم تا آنها را کمک کنیم در این تحقیقات. با تأسف ما پیشرفتی را در بخش مبارزه و رسیدگی به قضایای فساد در لوی سارنولی افغانستان نمی‌بینیم. اما فکر می‌کنم وضعیت بهتر خواهد شد و مقام‌های افغان نیز به این باورند که به سوی پیشرفت در حرکتند. در مورد فساد در میان مقام‌های آمریکایی در افغانستان چه فکر می‌کنید؟ ما باور داریم که هر قضیه فساد آمریکایی در افغانستان مربوط به فساد مالی است و از این گونه قضایا خیلی زیاد است. هرچند ما تنها 40 مورد آن را کشف و بررسی کردیم. فسادی که در افغانستان توسط آمریکایی ها صورت گرفته است. اینجا پول زیاد به سرعت به بخش‌های ناامن رفته و توسط افراد آغشته به فساد حیف و میل شده است. بیننده‌های عزیز، پس از وقفه کوتاه گفتگوی خود با آقای استفن ترند ادامه می‌دهیم. همچنان بیننده برنامه 2014 باشید.